میر غلام محمد غبار، مبارز آزادی خواه، مورخ مردم، روزنامه‌نگار و نویسنده در سال 1898 میلادی در شهر کابل چشم به جهان گشود. او پسر میرزا میر محبوب خان بود. تحصیلاتش خصوصی و مطالعاتش بیشتر در رشته‌های تاریخ، ادبیات، فلسفه و اجتماعیات متمرکز بود. غبار مدیر مسئول جریده ستاره افغان، حزب ملی وطن و روزنامه وطن بود. ایام جوانی غبار همزمان با تحولات گسترده اجتماعی در افغانستان و شکست بریتانیا در آن کشور همراه بود که بر ذهن و مفکوره او تأثیر گذاشت. غبار در دوران امانیه در برخی از پست‌های حکومتی ایفای وظیفه کرد و در زمان حکومت نادرشاه از سرکتابت وزارت مختاری در برلین استعفا کرد و به افغانستان برگشت تا در مبارزه بر ضد استبداد نادرشاه مستقیماً دخیل گردد. او نماینده انتخابی شهریان کابل در دوره هفتم شورای ملی بود و بعداً محبوس گردید. غبار برای 20 سال تحت فشار خانواده حکمران مجبور به پیشبرد فعالیت‌های سیاسی از منزل شد و در این زمان کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را نوشت. در حالی که از هر جانب بر نشر مقالات و نوشته‌های او از طرف حکومت ممانعت به عمل می‌آمد، میر غلام محمد غبار در سال 1878 فقط چند ماه قبل از سقوط حکومت داوود خان توسط رژیم کمونیست در شفاخانه در برلین چشم از جهان فرو بست و در شهدای صالحین دفن گردید.